هزاران نفر از اقلیت‌های آلمان به پیروی از مسعود اوزیل، بازیکن سابق تیم ملی فوتبال آن کشور، تجارب خود با تبعیض را از طریق توییتر به اشتراک گذاشتند. چندی پیش مسعود اوزیل، هافبک تیم آرسنال، پس از ناکامی آلمان در جام جهانی فوتبال اعلام کرد که دیگر در تیم ملی فوتبال آلمان بازی نمی‌کند، زیرا هر زمان برنده می‌شویم آلمانی هستیم، اما وقتی می‌بازیم مهاجر تلقی می‌شویم. هوشمند میرفخرایی گزارش می‌دهد. دو روز پیش علیکن از فعالان آلمانی ترک تبار به پیروی از اقدام مسعود اوزیل از کاربران توییتر در آلمان خواست با استفاده از هشتگ میتو یا من هم همینطور تجربه خود با هر نوع تبعیض در محیط کار و زندگیشان را با یکدیگر در میان بگذارند. هزاران نفر از آلمانی ها یا شهروندان آلمان که تبار خارجی دارند نیز با استفاده از این هشتگ به موارد گوناگون تبعیض در اجتماع آلمان اشاره کردند. هایکو ماس، وزیر خارجه آلمان، نیز با ارسال توییت به سایر هموطنان خود که در مورد وجود پدیده تبعیض در آن جامعه شک دارند توصیه کرد تا با نگاه جدیدی این موضوع را بررسی کنند. از زمانی که اوزیل تیم ملی آلمان را پس از جام جهانی ترک کرد، من به موارد مختلف تبعیض فکر می‌کردم، زیرا هزاران نفر در آلمان آن را از نزدیک تجربه کردند. وقتی همسال من در کاری که می‌کنند موفقند، آلمانی محسوب می‌شوند، اما اگر خطایی از آنها سر بزند به ما می‌فهمانند که پیشینه مهاجرتمان با اسبانی آن اشتباه بوده است. به همین دلیل هزاران نفر با استفاده از هشتگ من هم همینطور تجربهشان در این خصوص را به اشتراک گذاشتند. هشتگ من هم همینطور به این معنی است که من تنها یک هویت ندارم. من واقعا جزی از جامعه آلمان شدم، اما ریشه های من در ترکیه است. این در مهاجران هندی یا پاکستانی در بریتانیا هم صدق می کند. به عبارت دیگر ما همه مهاجرین و حداقل دو هویت اجتماعی داریم. امیدوارم بریتانیایی ها، فرانسوی ها و یا سایرین با استفاده از هشتگ من هم همینطور نشان بدهند که تبعیض هم مثل بحران مهاجرت و پناهجویی مختص به کشور نیست، بلکه پدیده‌ای فرامرزی و جهانی است. یکی از مهاجران میگوید 11 سال است که در آلمان زندگی میکند و بارها شاهد اعمال تبعیض بوده. دو نفر دیگر از مهاجران نیز بگویند تبعیض در آلمان وجود دارد، اما نوع و میزان آن با سایر کشورها متفاوت است. به عبارت دیگر، به جای تبعیض فعال در سایر کشورها، پدیده تبعیض در آلمان بیشتر حالت غیر فعال دارد و در اکثر موارد به صورت بی‌تفاوتی و بی‌اعتنایی بروز می‌کند. بیش از 22% از جمعیت آلمان را افرادی با تبار خارجی تشکیل می‌دهند و بحران مهاجرت و قدرتگیری راست افراطی به موارد بیشتر از اعمال تبعیض در جامعه آلمان منجر شده است. هوشمند میرفخرایی، صدای آمریکا.